وقتتون بخیر. سارا پرهام هستم از پرژن وارد، جوایز فارسی در لندن. با برنامه شبهای آلمان از سری برنامه های شبهای ایرانی امشب با شما هستم و یک مهمان داریم، خانم زارا میرکی. ایشون لیدر کمپانی زیبایی سلامتی ال آر هستن و همینطور نیل آرتیست. خیلی خوش اومدید خانم میرکی. خیلی ممنونم. ممنون از دعوتتون. خیلی خوشحالم که در برنامه شما شرکت کردم و شاید بتونم یک نقطه کوچیکی از سوالات کسانی که واقعا در مهاجرت هستن و در کشورهای مختلف دارن زندگی میکنن رو بتونم جواب بدم و پاسخگو باشم. سپاس از حضور شما خانم میرکی عزیز. خانم میرکی، خواهش میکنم برای بیننده ما بفرمایید، خصوصا در ارتباط با فعالیت که دارید انجام میدید الان در آلمان. الان شما در بحث زیبایی و سلامتی فعالیت دارید و همینطور نیل آرتیست هستید. چطور شد اصلا وارد همچین رشته ای شدید؟ در مورد بیوگرافی خودتون بفرمایید. اگر واقعیتش رو بخواین، من کلن از 3 سال پیش من هیچ آشنایی توی زمینه های زیبایی و سلامتی نداشتم. من الکترونیک خوندم و در واقع 18 سال تو دانشگاه علوم پزشکی ایران تو آیتی، بخش آیتی فعالیت کردم تا اینکه خب تصمیم گرفتیم مهاجرت بکنیم با همسرم و از طریق کار همسرم ما مهاجرت کردیم به آلمان. و اینکه خب چون من کلا توی ایران توی یک محیط دولتی کار کردم و خب همیشه کارمند بودم، در واقع خب برام خیلی سخت بود که وقتی که میخوام مهاجرت کنم و وارد خب یک کشور دیگه با فرهنگ متفاوت بشم، حتی با یک زبان خب متفاوت و یک مقدار سخت، یعنی از انگلیسی خب خیلی سخت تر زبان آلمانی، یه جورایی ترجیح دادم که خب بیزینس خودم رو داشته باشم و خودم کار کنم برای خودم و تصمیم گرفتم که توی حوزه زیبایی، حالا توی همون حوزه ناخون، شروع به فعالیت بکنم و آموزش های خودم رو شروع کردم در ایران در کنار کارم تا آماده باشم و وقتی که وارد خب اینجا توی آلمان شدم شروع کنم به کار کردن. و واقعیتش اصلا فکرشو نمی کردم که من خودم به شخص استعداد داشته باشم توی کار زیبایی و از اونجا بود که شروع کردم و وارد یعنی همین حیطه کاری زیبایی شدم و کار ناخون رو شروع کردم از همون ماه اول توی برلین و خیلی خیلی خوشحال بودم چون واقعا موفق بودم توی کارم و حس می کردم که روز به روز دارم پله ها رو میرم بالا، چون افرادی که با من آشنا می شدن خب بازیگران آلمانی بودن، مدل های آلمانی بودن و من خیلی با خب خارجی ها هم بیشتر منو میشناختن و خیلی خوشحال بودم به عنوان کسی که تازه وارد آلمان شدم تونستم به این نقطه برسم. و من در حیطه نیل آرتیستی که توی 3 تا چمپیون جهانی شرکت کردم، در نیویورک، فستیوال نیویورک در نیو فرانسه و همچنین فستیوال آلمان و هر 3 تا رو نفر اول بخش حالا اون مگزینی که انتخاب کرده بودم برای نیل آرتیست، کاری که کرده بودم فرستاده بودم، تونستم مقام بیارم و توی این هیته موفق باشم. اما از شانس بعد روزگار من خب کتفم مشکل پیدا کرد و نتونستم این کار رو ادامه بدم و دکتر این کار رو برای من منع کرد، ولی باز نشستم، باز ادامه دادم. که البته من از 3 سال پیش که وارد آلمان شدم با کمپانی ال آر کما پیش آشنا بودم و از طریق یکی از لیدرهای عزیزمون به من معرفی کرده بودن، ولی خب چون من خیلی تو کار حیطه ناخون فعالیت داشتم و سرم شلوغ بود نمیتونستم فعالیت بکنم تو اون زمینه و توی این پروسه این مدت همیشه هر از گاهی هم یه سرچای میکردم در مورد این کمپانی که ببینم که چطور هست
چجوری داره کار میکنه، و تا اینکه من مجبور شدم کار ناخون رو بذارم کنار و وارد کمپانی LR شدم و 6 ماه هست که فعالیت خودم رو اینجا به طور رسمی شروع کردم و توی این 6 ماه تونستم تیم خودم رو بسازم و جزو کلاب لیدرهای کمپانی LR هستم بیوتی باشم. بسیار هم عالی خانم میرشی عزیز، ابتدا تبریک میگم به من شما به خاطر اینکه اونجا مقام آوردید در رشته‌های مختلف. البته بحث بیماری شما خب بسیار غم انگیز هست، ولی به دلیل اینکه از پا ننشستید و همچنان دارید ادامه میدید، باز هم به شما تبریک میگم. ممنونم، مرسی. خب متشکرم. خانم میرشی، خواهش میکنم برای بیننده ما بفرمایید. خب به هر حال میدید در بحث مهاجرت خیلی شرایط متفاوت هست، همونطور که خودتون فرمودید، قوانین، فرهنگ. افرادی که علاقمند باشن به رشته شما زمانی که وارد آلمان میشن از کجا میتونن شروع بکنن؟ و به هر حال اگر حال پیش زمینه ای داشتند از ایران، اگر اونا رو بیارن با خودشون، آیا قابل قبول هست در ایران یا نه؟ ببخشید، در آلمان قابل قبول هست؟ منظورم این بود که از ایران مدارک بیارن قابل قبول هست؟ در مورد قسمت بخش نیل آرتیست بله درسته؟ بله در بخش نیل آرتیست. بله بله، من زمانی که خودم در ایران بودم خب اطلاعات کافی راجع به این موضوع نداشتم و واقعا فکر می کردم که الان من باید موقعی که وارد آلمان میشم در بخش ناخون مثل حرفه های دیگه باید یک دوره آسبیلدونگ بگذرونم و بعد وارد کار زیبایی بشم. به خاطر همین من ایران که بودم مدرک فنی حرفه‌ای ناخونام رو گرفتم و همچنین توی آکادمی فی اونجا مدرکم رو گرفتم و وقتی که وارد اینجا شدم کلا مدارک رو داشتم. اما وقتی که وارد آلمان شدم تازه متوجه شدم که نه، در قسمت بخش ناخون اصلا مدرک قابل چیز نیست که مثلا شما حتما بخواین یک دوره رو بگذرونید و وارد این شغل و حرفه بشید. فقط کافیه که هنر کاشت ناخون رو داشته باشید و بتونید بیزینس خودتون رو استارت بزنید. پس همینطور که فرمودید، اگر به حال کسانی که به صورت تجربی هم حتی اگر دوره رو گذرانده باشن، اون هم بهشون کمک میکنه، درسته؟ اگر درست متوجه شده باشن. بله، 100%. بله. در بخش، خب الان شما به مدت 6 ماه هست که وارد کمپانی زیبایی و سلامتی LR شدید، یه مقدار در مورد کمپانی بفرمایید. چه نوع فعالیتی در کمپانی الان به صورت تخصصی انجام میدید؟ خب کمپانی الار کمپانی 40 ساله است و در بخش زیبایی و سلامتی فعالیت داره و خب فروش مستقیم داره، یعنی اینکه فروش غیر مستقیم که بخواین محصولاتش رو توی خب مثل جاهایی مثل مارکت ها یا هر جا سوپرمارکت ها یا هر جایی که بخواین اونجاها نمیتونید یا داروخانه ها نمیتونید پیدا کنید. فروشش به 35 سال هست که داره فروش غیر مستقیم رو خب ارائه میده. در واقع خب این کمپانی LR میاد در 2 بخش با کسانی که وارد این کمپانی میشن کار میکنه. یکی اینکه فروش محصولاتش هست به صورت آنلاین و یکی هم به صورت تیم ورکش هست که خب کسانی که در قسمت بخش فروش که فروش معلومه آنلاین مارکت رو در اختیار شما قرار میده، آنلاین شاپ رو به صورت آماده شما فروشتون رو انجام میدین و خب سودتون رو دریافت میکنید. ولی در قسمت تیم ورک کسانی که یک موقعیت شغلی رو برای کسانی که علاقمند هستن در حیطه فروش و محصولات زیبایی و بهداشتی، این موقعیت رو معرفی میکنیم به کسایی که دوست دارن بیزینس آنلاین و نتورک مارکتینگ خودشون رو داشته باشن، چون الان واقعا دنیا داره میره به سمت نتورک مارکتینگ. به خاطر همین قسمت تیم ورکش خیلی گسترده تر هست و خب این کاری هست که کمپانی میکنه. خب محصولات خیلی زیادی هم داره در زمینه مراقبتی، سلامتی، زیبایی، بیش از 3000 نوع محصول داره. بعد میخوام بپرسم آیا در کسانی که در آلمان هستن از همه شهرهای آلمان میتونن به این شرکت ملحق بشن و با شما همکاری داشته باشن، یا نه فقط باید مثلا در برلین ساکن باشن؟ کمپانی در 28 کشور اروپایی نمایندگی داره.
و همچنین در جدیداً 4 تا کشور انگلستان، ترکیه، کره جنوبی و روسیه هم نمایندگی خودش رو فعال کرده و عزیزانی که خب بالای 18 سال سن داشته باشند و اجازه کار و اقامت اون کشور رو داشته باشند میتونن به این کمپانی بپیوند. بسیار همالی. خب خبر خوبی رو گفتی، پس میتونن صفحه شما رو بله، و واقعیتش هم اینه که 4 ساله که ما تونستیم، البته لیدرهای عزیزمون که شروع کرده بودن 4 سال پیش، تیم فارسی زبانها رو کمپانی پشتیبانی کرد و ما تونستیم که تیم فارسی زبانها رو ایجاد بکنیم برای کسانی که تازه مهاجرت میکنن به حال این کشورهایی که خب کمپانی باش کار میکنه و زبان نمیدونن ولی دوست دارن که درآمد داشته باشن. ما پشتیبانی رایگان و همچنین آموزش های رایگان رو برای تیم فارسی زبانان داریم و همچنین کرد زبانای عزیزمون. خیلی عالی. خب خانم میرک عزیز، شما به هر حال بعد از این همه مدت که الان اونجا مشغول کار بودید در ارتباط با رشته نیل آرتیست و الان خب تغییر رشته دادید و دارید فعالیت میکنید، میخوام بدونم که الان در این زمینه که بخواید در ارتباط باشید با افراد دیگه، آیا فقط از طریق صفحه این اینستاگرام در ارتباط خواهید بود یا نه مثلا از جای دیگه هم شما رو میتونن پیگیری کنن از صفحات دیگری؟ ببینید، خوبی این کار اینه که اصلا کلا اسمش روشه آنلاین، یعنی نتورک دیگه، آنلاین، یعنی تمام سوشال مدیا، حالا تیک تاک، فیسبوک، اینستاگرام و همچنین لینکدین، یعنی اینکه شما میتونید از این طریقا همه، حالا هر کسی به یه نحوه توی این سیستم کار میکنه، یکی که دوست داره فقط از طریق اینستاگرام فعالیت کنه و یکی نه دوست داره هر 4 تا رو کنار هم منیج کنه و راه ارتباطیش رو گسترش بده. حتی عزیزان و دوستانی هستن که توی تیم فارسی زبان هستن و خب زبان انگلیسیشون خوبه، زبان آلمانیشون خوبه و تونستن حتی تیمهای خودشون رو به زبان آلمانی و انگلیسی تشکیل بدن و از طریق سوشال مدیا، حالا به هر گفتم لینکدین، تیک تاک، فیسبوک، هر چیزی که این وسط همه دارن آنلاین باهاش کار میکنن، بتونن گسترش بدن و فعالیت خودشون رو آغاز کنن. بله خب خانم میرکی عزیز، خواهش میکنم یه مقداری در مورد شرایط مهاجرت به بینندگان ما بفرمایید. میدونید که خب همونطور که خودتون فرمودید شرایط مهاجرت بسیار برای مهاجران سخت هست و به هر حال شرایط خیلی متفاوت هست، مثل زبان، مثل قوانین، فرهنگ. شما زمانی که مهاجرت کردید میخوام بدونم چقدر جامعه ایرانی از شما حمایت کرد در ارتباط با اینکه با مشکلات کمتری برخورد کنید؟ واقعیتش رو بخواین، خب مهاجرت خودش یک پروسه خیلی سختیه، خیلی سخته. یعنی من همیشه فکر میکردم وقتی تا زمانی که ایران بودم فکر میکردم نه چیزی نیست، فقط خب دوری خانواده است، ولی وقتی که وارد این جامعه شدم تازه تفاوت فرهنگ ها رو حس کردم به تمام وجودم. با اینکه زبانشون هم شاید بلد باشید و بتونید خب گلیم خودتون رو از آب بکشید بیرون، ولی خب مخصوصا کسایی که فرزند دارن و فرزندشون رو باید ادغام کنن توی این فرهنگ، یک ذره پروسه خیلی سنگین دارن. خب من هم وقتی که وارد آلمان شدم این سختی ها رو داشتم و من 1 ماه استراحت کردم و بعد از 1 ماه شروع کردم به کار کردن و با تمام ترسی که داشتم که فکر میکردم الان، خب این اولین تجربه کاری من بود که با کسایی که خارجی هستن شروع میکنم به کار کردم و من پیج اینستاگرامم رو به فارسی ایجاد کردم که همسرم میگفت این کار رو نکنم، یعنی به انگلیسی بکنم که شاید بتونم بیشتر چیز بکنم، ولی یه ترسی توی وجودم بود نمیتونستم برم جلو، ولی تونستم به فارسی پیج اینستاگرامم رو درست کنم. خب حالا با کارهایی که داشتم، با تبلیغاتی که توی پیج های دیگه ای که فارسی زبان هستن و خیلی فالوور دارن توی مثلا آلمان، توی برلین، خودم رو شناخت، یعنی شناختم و اینکه به دیگران هم تونست، و به دیگران هم بله دقیقا، و تونستم فالوور بگیرم، فالوورهای عزیز ایرانی، و خب
خیلی باید من حمایت کردن، خیلی هاشون پیش من اومدن و مشتری های من شدن و هنوز که هنوزه، الانم که کار نمی کنم، توی پیج من حضور دارن و من رو حمایت میکنن. و خب ببینید، من خیلی واضح بگم، همه جای دنیا خوب و بد داره. نمیتونیم بگیم که خب من تجربیات بد هم داشتم، خب از هموطنان خودم، ولی میتونم بگم که تجربیات خوبم خیلی بیشتر بود که بتونم چشم‌پوشی کنم از تجربیات بدم. من به ایده خودم، حالا به اون تفکراتی که خودم دارم، همیشه میگم ما ایرانی ها وقتی که مهاجرت میکنیم، میایم این ور، حالا هر کشوری، حالا من خود کشور خودم رو مثال میزنم، کسی رو نداریم. من میگم باید ما ایرانی ها پشت هم باشیم، همدیگر رو حمایت بکنیم، همدل باشیم، برای اینکه هر کدوممون یک پله از موفقیت رو بریم بالا و به جامعه دیگه نشون بدیم که ما هستیم، ما ایرانی ها میتونیم، تواناییش رو از حتی بیشتر از شما داریم. من خیلی از مشتریانم خارجی بودن، آلمانی، اروپا، از انواع از کشورهای اروپایی زیاد مشتری داشتم. باورتون نمیشه، وقتی که من گفتم کار نمی کنم، دو سه نفرشون منو بغل کردن، گریه کردن، گفتن که ما دیگه نمیتونیم کسی رو مثل تو پیدا کنیم. این برای من ارزش داشت، اینکه خودم رو تونستم تو یک جامعه ای که ما رو نمیشناسن، خودم رو ادغام کنم باهاشون و بهشون بفهمونم ما ایرانی ها هم توانایی هایی داریم. و من واقعا دوست دارم اینجا تو همین تریبون بگم که ما ایرانی ها باید پشت هم باشیم. هممون استعدادها و توانایی های فوق العاده ای توی خونمون وجود داره و باید ازش پشتیبانی کنیم، برای اینکه بتونیم به همه دنیا نشون بدیم که ما میتونیم. و متاسفانه بعضی جاها، خب میتونم بگم که این اتفاق نمیفته و خیلی حیفه. من توی جامعه روزها هم بودم، توی جامعه همه جامعه ها بودم، ولی واقعا اون صمیمیت و همدلی که توی تیم ما، توی کمپانی LR هست، زبان زده تمام افرادی هست که دارن توی کمپانی LR کار میکنن. کمپانی LR تیم فارسی زبان ها رو، یعنی واقعا همه جا داره بلدش میکنه. خب این خیلی ارزشمنده که ما تونستیم با 7000 نفر تیم فارسی زبانی که توی کمپانی LR دارن فعالیت میکنن، نشون بدیم که ما بیشترین فروش رو داریم برای این کمپانی میبریم. خب اینجوری باید خودمون رو نشون بدیم. بله درسته، و مطلبی که خب در صحبت های شما من متوجه شدم، خصوصا خیلی تاکید کردید چون خیلی در ارتباط هستید با غیر ایرانیان و کلا کمپانی مربوط هست به غیر ایرانیان، اگر بخواید برای همکاران خودتون توصیفی داشته باشید، حالا فرق نمیکنه چه در بخش نیل آرتیست چه در بخش هر کمپانی دیگری که سلامتی و زیبایی دارن در هر جای دنیا کار میکنند، چه کاری انجام بدند برای اینکه غیر ایرانیان بتونن شغل بهتری به ایرانیان اختصاص بدن. میدونید که خب به هر حال ما از فرهنگ غنی برخوردار هستیم، ولی چه کاری باید انجام بدیم که این اتصال برقرار بشه که شغل ها رتبش بالاتر بره؟ ببینید، در واقعیت اینه که خب ما خودمون داریم اینجا تمام تلاشمون رو میکنیم که این موقعیت های شغلی رو از طریق سوشال مدیا، چون واقعا الان جهان داره رو به سوشال مدیا میره، یعنی که اصلا همه چی آنلاین شده، از طریق سوشال مدیا به تمام افرادی که دوست دارن موقعیت کاری رو داشته باشن بشناسونیم. و اینکه خب من از طریق همین نیل آرتیستری رو که خدمتتون بگم، خب خیلی از توی اینستاگرام تونستم خب آموزش های آنلاین رو بهشون ارائه بدم و اینکه در واقع کسانی بودن که به من خودشون من رو پیدا کردن و تونستن با من کانکت بشن و من یه سری
ادوایس بدم بهشون، یه سری بهشون بگم که چه کار کنن توی این زمینه و وارد بازار کار نیل آرتیستی بشن. حتی کسانی بودن از ایران به من پیام میدادن، میگفتن من 2 ماه دیگه قرارم بیام به آلمان و نمیدونم باید چه کار کنم، که من بهشون میگفتم، گفتم اینجوری نگران نباشین، بیاین از این طریق. چون ببینید من این راه رو رفتم، من کسی نبود به من بگه، و وقتی که این حس در خودم وجود داشته باشه، خب قطعاً میام میگم که خب خودم رو میذارم جای طرف. خب من باید به شخصه، به نوبه خودم، به عنوان یک ایرانی، به هموطن خودم کمک کنم که بیاد این راه رو بره و این راه رو براش آسان‌تر کنم. من احساس میکنم از طریق روابط اجتماعی، از روابط سوشال مدیا و همچنین خیلی از کسانی بودن که از آشنایانشون در سوشال مدیا با من آشنا بودن و از اون طریق با من آشنا شدن. و در مورد کار جدیدی رو هم که الان هست در مورد کمپانی، خب ما خیلی داریم تبلیغات میکنیم برای فارسی زبانان عزیز، پروموت هایی رو داریم انجام میدیم در فیسبوک، در اینستاگرام، در خیلی از پیج های معتبری که هر کشوری واسه خودش یک کامیونیتی اجتماعی داره، که مثلا توی برلین، توی حالا هر کشوری، لندن، حالا هر جایی، ما حتی اونجاها هم داریم چیز میکنیم، تبلیغات میدیم که عزیزان بتونن بیان وارد این کار بشن. ولی نهایتش اینه که همه چی بستگی به خود فرد داره که بخواد یا نخواد. بله دقیقا همینطور. ایوانه خانم میرک، درس با دوره هایی که الان شما میذارید، میخوام بدونم آیا فقط به صورت آنلاین هست یا نه حضوری هم هست؟ من باید مثلا دوره ها رو بیان بگذارم؟ در مورد آموزش ناخون، نه نه، بحث حالا کمپانی که فرمودید الار. ببینید کمپانی ال آر کلا، من یه سری خدمتتون بگم، این کمپانی به صورت نتورک و آنلاین داره کار میکنه. ساعت کاری دست خود شخصه، کارفرما نداره و حتی سرمایه گذاری اولیه هم در نهایت به مقداری هست که نیاز ماهانه خودش رو از محصولات زیبایی بخواد تهیه بکنه، در همین حد، یعنی چیز زیادی نداره. و وقتی که وارد این کار بشه، مخصوصا فارسی زبانان عزیز، کرد زبانان، حتی کسانی که افغانهای عزیز وارد تیم فارسی زبانان که میشن، ما تماما آموزش ها رو به صورت رایگان براشون هفته ای 2 بار اجرا می کنیم به صورت آنلاین، و گروه های مختلفی داریم که به صورت ویدیو تمام پروسه کار رو براشون گذاشتیم، کاتالوگ ها رو به صورت آماده ترجمه می کنیم و در اختیارشون میذاریم. حتی ما در قسمت سوشال مدیا، حتی کسانی بودن که اصلا نمیدونستن اینستاگرام یعنی چی، ما وارد بازار کارشون کردیم، براشون جلسه های آموزشی سوشال مدیا گذاشتیم و تونستن توی سوشال مدیا فعالیت بکنن. در واقع میتونم بگم وارد این بیزینس هر کسی بشه، هیچ، یعنی لازم نیست حتی، چجوری بهتون بگم، هیچ تجربه کاری نداشته باشه، زبانی هم بلد نباشه، وارد این بیزینس بشه. 0 تا 100 لیدرها کمک میکنن به افراد که به درآمدی برسن. همش هم به صورت آنلاین هست. کسانی هم که توی شهرهای یکی هستن که خب هر از گاهی میتینگ هاشون رو با هم میذارن. من خودم با خیلی از لیدرها شاید توی این مدت 6 ماه هیچ کانکت حضوری نداشتم، ولی تو خیلی از سمینارهای کمپانی وقتی همدیگر رو دیدیم، انگاری که سالها همو میشناختیم. خیلی جالب بود این صمیمیت و اینکه کمپانی خیلی داره ساپورت میکنه از طریق ما. حتی سمینارهایی رو هم که کمپانی میذاره، خودمون که کسایی که با زبان آشنا هستن شرکت میکنن و اون سمینارها رو ترجمه میکنن به فارسی برای عزیزانی که زبان نمیدونن. بله یعنی همه چی به صورت کامل پک
در اختیار عزیزان قرار میگیره. خیلی هم عالی. البته خب اون لینک صفحه شما رو میذاریم که بتونن موارد رو از صفحه شما پیگیری بکنن و در ارتباط باشن با شما خانم میرکی عزیز. و در بخش پایانی اگر صحبتی دارید، پروژه خاص، ورکشاپ جدیدی و اتفاق خاصی اگر قرار هست به زودی بیفته، برای بیننده ما بفرمایید، در خدمتتون هست. واقعیتش اینه که ما ورکشاپ های زیادی رو میذاریم برای عزیزان و همه اونها از طریق پیج اینستاگرام من خب اطلاع رسانی میشه به عزیزان. و الان فعلا اینکه خب عزیزانی هم که میخوان در مورد بیزینس و کارشون بدونن که باید پیام بدن و براشون مشاوره های رایگان میذاریم و بهشون همه چیز رو توضیح خواهیم داد، ولی اینکه الان بخوام چیزی رو خدمتتون بگم نه نیست. در بخش نیل آرتیست چطور، اگر کسانی که بخوان تمایل داشته باشن از طریق صفحه با شما در ارتباط باشن و اطلاعاتی بگیرن، خصوصا در ارتباط با آموزش، اون هم هنوز انجام میدید یا نه؟ واقعیتش اینه که من خب در بخش نیل آرتیست فقط فعلا خدمات ندارم، ولی در بخش آموزش دارم فعالیت خودم رو شروع می کنم. ولی اگر که کسی سوالی داشته باشه راجع به این موضوع یا حتی بخواد کمکی بخواد برای شروع بیزینس خودش در بخش نیل آرتیست، من در خدمتشون هستم و همه اطلاعات رو بهشون همیشه و همه جا میدم. بسیار هم عالی، سپاسگزارم. با برنامه شفای آلمان از سری برنامه های شفای ایرانی امشب در خدمت خانم زارا میرکی بودیم. ایشون لیدر کمپانی زیبایی سلامتی هستن ال آر و همینطور نیل آرتیست. خیلی ممنون که در برنامه ما حضور داشتید خانم میرکی عزیز. خیلی خیلی متشکرم از شما. من هم خیلی خوشحالم که تونستم با شما و در برنامه شما شرکت کنم و امیدوارم که تونسته باشم یک کوچیکی به هموطنان عزیزم کمک کرده باشم. سپاس از حضور شما، براتون آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم هر جایی که هستید همیشه مانا، خندان و رستا باشید. شبتون بخیر خانم میرکی. متشکرم. شبتون بخیر. ممنونم.